از کتاب آموزشی سبک ساکاریوها در شهر پردیس رونمایی شد. ساکاریوها یک سبک در ورزش رزمیه که محمد حسین‌پور بنیانگذاره. و در ادامه گزارشی ببینید از مراسم رونمایی از یک دایره المعارف علمی ورزشی که به همت محمد حسین‌پور سایان ورزشکار فردیسی تدوین شده. دایره المعارف آموزشی ساکاریوها با حضور دوستداران کتاب در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فردیس رونمایی شد. ساکاریوها یک سبک در ورزش رزمی است که محمد حسین پور سایان بنیانگذار این سبک در کتاب خود به معرفی اصول علمی، روش‌ها، فنون و ویژگی‌های مربوط به این سبک پرداخته است. این کتاب در 4 فصل علمی، ورزشی، پزشکی و فلسفی نوشته شده است. علم و ورزش اصلا با هم نباشه اصلا جواب نمیده. باید علمشو داشته باشی تا بتونی ورزشو درست انجام بدی. ورزش بیشتر اون آمادگی روحی و روانیه تا اون آمادگی جسمی که یکی از تأثیراتی که میتونه رو آمادگی رو بذاره همین مطالعه و کتاب خوندنه. این دایره المعارف آموزشی 400 صفحه‌ای در طول 3 سال نگارش و روانه بازار شده است. کتاب دایره المعارف هنر در جامعه و رسانه‌های جهانی نیز اولین اثر رونمایی شده از این نویسنده جوان است. فرشود استاد دانشگاه که به نمایندگی از مردم خونگرم و دوست داشتنی و بی‌نظیر سراب قراره تشریف بیارن، چند دقیقه در خدمتشون باشیم و قصد تقدیم و تشکر دارم از جناب دکتر سایان بزرگوار. توفیق حضور در جمع اصحاب فکر و قلم، هنرمندان، نویسندگان، شعرا و پیشکسوتان عرصه ورزش، قهرمانان، معلمین عزیز، فرهنگیان باشفایت در مراسم رونمایی از دایره‌المعارف بسیار ارزشمند و کاری بسیار فرهیخته‌ای که سرور ارجمندم دانشمند فرزانه افتخار آذربایجان شرقی، سرزمین قهرمانان، سرزمینی از خطه صدارخان و باقرخان و باچیری‌ها امروز شاهد افتتاح و رونمایی از این کتاب و دایره المعارف بسیار ارزشمند هستیم که در واقع به عبارتی یک نمایش قدرت علمی از یک دلاورمرد برخواسته از سرزمین آذربایجان هم و از تمهید مقدمات همه عزیزانی که در جلد همایی این مراسم باشکوه تمهید مقدمات کردن به سهم خودم قدردانی می کنم. دستاوردهای عظیمی را به جامعه علمی کشور را به دست با کفایت دانشمند فرزانه شاهد است. من به سهم خودم به عنوان یک هموطن جناب آقای دکتر سایان بر دستان توانمند و بر بازوان و اندیشه هنری این دانشمند عزیز بوسه افتخار میزنم و به این بوسه افتخار میکنم. یکی از دختران جوان و دانشمند و پروفسور که رونمایی کتابش امروز اینجا فرهاد ملاحظه فرمودید، کسی که به عجلت نه تنها ایران افتخار میکنه و در جهان اسمش پیچیده و یکی از افتخارات کشورمون و چند پیشم که در شبکه 3 مسابقه بسیار زیبایی رو به حال ملاحظه فرمودید. آدم جلوی این همه آدم بیاد حرفای دلش رو بزنه و از استادش که به معنای واقعی نگاه کاسبکارانه نداشته و نگاه اقتصادی و بیزینسی نداشته و آنچه که در وجودش بوده صرفا خدا خدا و رضایت محض خدا بوده در میون بذارن و این خیلی عزیزه، این لحظه ها خیلی نابه. میخوام ازتون خواهش بکنم که شیشتونگ حواستون رو و شیشتونگ گوشتون رو بدید به حرف این بچه ها. به نام خدا، بنده ساکاری علی اصغر محمدی هستم. خیلی خیلی خدا رو شکر میکنم که
با یه جوونی، با یه استادی آشنا شدم که سر راه یه جوونای قرار گرفته که مسیر زندگیشونو بلد نبودن و در کنار استاد مسیر زندگیشونو پیدا کردن. یکی از اون شاگردای من هستم که قبل اینکه بیام پیش استاد خیلی نامردی‌ها دیدم. از همه پامو تو هر محفلی میذاشتم، پامو تو هر جلسه ای میذاشتم، البته جلسه اینه که نمیرفتم، چون این استاد هستن که فقط به کسایی مثل ما که این همه پایینیم ارزش میدن و ما رو در این جلسات قرار میدن. من میخواستم بگم خلأ زندگی ما با استاد پر کردم. من قبل اینکه بیام پیش استاد به خیلی جاهای دیگه میرفتم، به گیمنت، به قهوه خونه ها، چون راهبر خوبی نداشتم. تا اینکه با استاد آشنا شدم و استاد من از منجلاب کشید بیرون. فقط قلیون و سیگار و اینا نبود، قهوه خونه نبود، من جاهایی رفتم که الان به زبون نمیتونم بیارم. خیلی من این حرفا رو زدم و الانم میخوام بازم بگم. من با سلام خدمت حضار عزیز و همچنین تشکر میکنم بچه های سکاریه که این وقت من دارن که حرف دلان بتونم بزنم. من حقیقت چندین سال بود که اعتیاد داشتم، از این 6-7 سال، تا اینکه برنامه حال خوشتیزی دیدم همین توی 18 فروردین بودش و وجدانم گفت تنها کسی که میده من نشد داده آقای دکتر سایان بودش و از اون بعدم که دیدم برنامه رو توی دو روز تو فهرست دنبال آدرس آقای دکتر میگشتم که تونستم باشگاه رو پیدا کنم و از اون روزم پاشم دارم. خیلی جالبه که آقای اکبری میگفتن که واقعا توی اون برهه و توی اون شرایط داشتم حتی به خودکشی فکر میکردم، ولی وقتی که برنامه دکتر سایان رو در برنامه حال خورشید دیدم، اون یک باب و یک دریچه جدیدی از زندگی رو برای من باز کرد که خدا رو هزار هزار مرتبه شکر میکنیم. افتخار میکنم که لیاقت شاگردی دکتر سایان رو دارم. به خدا الان که حرف میزنم روم نمیشه تو چشای استاد نگاه کنم. من امروز خانوادم اینجا نشسته. من کسی بودم که یه مشت زدن ساده رو بلد نبودم. من کسی بودم که هیچ کس به هم اهمیتی نمیداد، همه به چشمه آدم عقبونه تنلش من رو نگاه میکرده. بچه هاشون میرم پیش استاد یه حرکتی رو یاد میگیرن. تا حالا شده از خودتون بپرسید این چجوری این حرکت رو یاد گرفت؟ استاد بیشتر از 500-600 تا شاگرد داره. خودتون میتونید بیاد ببینید. اگه برای هر کدوم 5 دقیقه وقت بذاره چقدر میشه؟ های کاری داشته. مادر من یه آدم خانه‌داره. شاید مثلا سواد آنچنانی رو نداشته باشه که منو به راه درست ببره. پدر من اینقدر مثلا 6 تا بچه داره. بیاد این که دیگه راه درست زندگی رو به من یاد بده نمیتونه. دیگه مثلا اون دانشو نداره. ولی کسی که اومد بدون هیچ توقعی، بدون هیچ چشم داشتی، واقعا با قلبش رو گذاشت برای شاگرداش، کسی نبود به غیر از استاد عزیزم دکتر سایان. میخوام به افتخار استادی دست بزنید که هیچ چشم داشتی از شاگرداش نداشت، هیچ چشم داشتی از خانواده‌اش نداشت، ولی من امروز این خواهش رو دارم، قدردان استاد باشید وگرنه پشیمون میشید. یه موضوع دیگه نمیدونم خود دکتر راضی باشم من راجبش این رو بگم یا نه. خب بچه ها در مقاطع مختلف مسابقات جهانی اعزام میشن، بعد من حقیقتش روزی که متوجه شدم از آقای دکتر پرسیدم که هزینه این سفرها رو کی میده. برحال شما وقتی میخواید سفر بکنید به کشور خارجی و در مسابقات شرکت بکنید، هزینه پرواز، هتل، غذا و و و خیلی از اینا هست و شنیدم که آقای دکتر سایان وسیله نقلیه شخصیشون رو فروختن و از فروش وسیله نقلیه شخصیشون بچه ها رو اعزام کردن به مسابقات جهانی. حالا الان خدا میدونه که تو دل ساره چیا به من میگه. بگو خدایی که وقتی دلمون میشکنه فقط اونه که میتونه آرومون بکنه.
من یه فردی بودم که لقب اسم رو به خودم میدم. اسم یعنی گنگ، کسی که خودش رو گم کرده. اما موقعی که تفکر پیدا کردم و به بلوغ فکری رسیدم، فقط دنبال این بودم که بخوام خدا رو پیدا بکنم. دنبال این شهوت و اینجور سیگار اینجور چیزا زیاد نبودم، فقط دلم میخواست ببینم الان خدا کیه، خدا کجاست. توی مسجدا میرفتم پیدا نمیکردم، توی حلقه های عرفانی که گذاشته بودن واقعا میشه گفت دروغ بودش، میرفتم پیدا نمیکردم. جاهای دیگه میرفتم نمیدونم، حالا اسمشو دوست ندارم بیارم، هر جایی که اسم خدا میومد میرفتم، ولی افسوسش اونجایی بود که میرفتیم میدیدی اینه که دارن اسم خدا رو میارن، من نمیدونم چرا غیر خدای رفتار میکردم دیگه. اون خیلی بد بودش، اینا رو میدیدی خدا، فقط خدا بدتر داشتم دور میشدم. آخر دیگه اصلا خدا بدم اومده بود، تا اینکه با استادم دکتر سایان آشنا شدم. استاد اومد به من معرفت و واقعی رو یاد داد. معرفت چیه؟ شناخت چیه؟ خدا کیه؟ خدا چیه؟ دلم مثل اون بچه هایی گفت مام باباشون فقط میتونن از آسمون نگاهشون بکنن، ولی استاد همیشه هواشون رو داشته. همینجا هم الان همین بچه ها هستن. استاد سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچی کودکان کویم کردی. تبریک از خدمت دکتر سایه عزیز، دوست خوبم. من به احترام ایشون اینجا اومدم. سرکار خانم عبدی ناشر کتاب دعوت بکنم که چند دقیقه در خدمت ایشون باشه. حدود 200 اثر از کتب تألیفی، ترجمه، گردآوری، آثار بزرگان، از اساتید محترم این مرز و بوم در کارنامه خودش به ثبت رسونده. به جرأت میتونم بگم که کتاب دایره المعارف ساکاریوها از ارزشمندترین و نفیسترین عنوان از این کارنامه محسوب میشه. خب خدا رو شاکریم که این سعادت رو نصیب ما کرد که انتشارات آوای ویانا این مجموعه سهم هرچند کوچک در خلق این اثر بزرگ رو داشته. و مجدد خدمت آقای دکتر سایان، این دانشمند ارزشمند کشورمون. سانتاها یا همان مثلث برمودا که منطقی ترین و علمی ترین تعاریف حقیقی از دیدگاه صاحب نظران عصر معاصر می باشد را می توان در کتاب علمی فلسفی کهکشان سبز مشاهده نمود. سبک سایان کامل ترین سبک رزمی فلسفی جهان می باشد که پس از طی دوره های 2 ساله، 4 ساله و 6 ساله و در مجموع 12 ساله به طور علمی و تئوری موفق به اخذ مدارکی خواهند شد که توسط دکتر سایان ارائه می شود. این شما و این هم جناب دکتر سایان. ممنونم از محبت شما. به نام خدایی که دریا را آفرید تا ماهیان را در آن برخساند، نعره کوسه ها را در آن بگنجاند و مروارید ها را در درون دریا بدرخشاند. دیدنی و حسرت همیشگی ناگهان چقدر زود دیر میشه. خدا حافظم میشه. باشه مرا فراموش کن، من سکوت میکنم، خاطراتم را پاره کن، خنده هایم را از یادت بده، شعرهایم را تکرار نکن، تپش قلبم را حس نکن،